کتابخانه صوتی فارسی زبانان تقدیم می کند. امپراتوری هیتلر، نویسنده گیل بی استوارت، بخش دوم، در انتظار فرصت. عجیب آن که آدولف هیتلر، مردی که سرانجام آلمان را از وضعیت فلاکتبارش خارج کرد، در ثروت و قدرت به دنیا نیامده بود. چنانکه یک تاریخدان می نویسد، آدولف هیتلر در اصل یک آدم معمولی بود. سالهای نخستین آدولف هیتلر که در یک شنبه عید پاک 1889 متولد شد، فرزند چهارم کلارا و آلویس هیتلر اهل اتریش بود. آلویس کارمند گمرک اتریش بود. او برای خانواده‌اش زندگی راحتی فراهم کرده بود و اصرار داشت آدولف جوان در مدرسه خوب درس بخواند تا وقتی بزرگ شد بتواند شغل خوبی به دست آورد. اما آدولف هرچند به اندازه کافی باهوش بود، سخت کوش نبود. در مدرسه در برخی درس ها آنقدر تلاش میکرد که قبول شود، اما برای درس هایی که جذبش نمیکرد وقت نمیگذاشت. سالها بعد هم کلاسی های سابقش به یاد میآوردند که آدولف چگونه معلمانش را درس میانداخت و برای شادی پسر بچه های دیگر در دفترچه خود طرحهای زننده ای از آنها میکشید. یکی از معلمانش در دبیرستان هیتلر جوان را به نحو بارزی پرخاشگر، خودسر، خودپسند و تندخو ارزیابی کرد که در سازگاری با مدرسه آشکارا مشکل داشت. آدولف دلیلی واقعی برای ماندن در دبیرستان نمی‌دید. او در 16 سالگی مدرسه را ترک کرد، بدون گرفتن دیپلم که یافتن شغل را برایش آسان‌تر می‌کرد. البته برایش فرقی هم نمی‌کرد، چون او اغلب رنجبرانی را که به داشتن شغلی در پشت میز و دست او گرفتن از دیگران راضی بودند، مسخره می‌کرد و تأکید داشت که این برایش زندگی نمی‌شود. ترک خانه آدولف پس از ترک دبیرستان هیچ نقشه‌ای نداشت. در عوض وقت آزاد نامحدود خود را کمابیش بدون دغدغه می‌گذراند. یک تاریخنان خاطر نشان می‌کند که او در خانه ول می‌گشت. از غذاهایی که مادر مهربانش برایش می‌پخت لذت می‌برد و تمام شب را بیدار می‌ماند و غرق در کتاب‌های بی‌شمار درباره هنر، تاریخ و امور نظامی، همینطور قصه‌های کاملاً سرسری درباره کابل‌ها و سوخ‌پوستان نوشته کارل مای، نویسنده آلمانی که هرگز با آن سوی اقیانوس اطلس پانگذاشته بود، میشد. خواهر بزرگتر آدولف و شوهر خواهرش فکر میکردند که او دارد از مادرش سوء استفاده میکند و اصرار داشتند که او آدولف را وادار کند که از خانه برود یا دست کم کاری برای خودش دست پا کند. مادر آدولف قبول کرد که مخارج رفتن او را به وین و نامنویسی در مدرسه هنر به عهده بگیرد. هیتلر در سپتامبر 1907 خانه را ترک کرد و تمام پولی را که پدرش که چند سال قبل مرده بود برایش به ارث گذاشته بود با خود برد. وچی که مادرش تقبل کرده بود برای پرداخت شهریه و هزینه شبانه روزی در مدرسه هنر در وین کافی بود. او تصمیم داشت در آنجا تحصیل کند و به زودی هنرمند مشهوری شود. مدرسه هنرهای زیبای وین شرایط ورودی سفت و سختی داشت. پس از گرفتن یک آزمون ورودی اثر داوطلب خواسته میشد چند طراحی یا نقاشی که نمایانگر داستانهای انجیل، نظیر طوفان نوح، تصلیب عیسی و آفرینش باشد ارائه کند. طراحی‌های هیتلر به او بازگردانده شد با این اظهار نظر که آنها بیش از حد تصنعی و بیروحند. تقاضای او رد شد. او ماها بعد دوباره تلاش کرد، این بار حتی در آزمون ورودی رد شد. مشاوری در مدرسه نظر داد که استعداد هیتلر بیشتر مناسب تحصیل معماری است و به او گفت که تقاضای ورود به آن مدرسه را بکند. متاسفانه از آنجا که هیتلر گواهی ترک تحصیل از دبیرستانش را نداشت، مدرسه معماری حتی تقاضای او را مورد بررسی قرار نداد. به نظر می رسید که پیشینه او به عنوان هنرمند پیش از آنکه به راستی آغاز شده باشد به پایان رسیده است. این رد تقاضا هیتلر را از پا درآورد. او روی این حساب کرده بود که نقاش مشهوری شود، اما اینک دیگر امیدی به آن نداشت. چنانکه تاریخدان رابرت فین می نویسد، نه امیدی داشت نه آینده‌ای، دیواری را مقابل خود می‌دید بدون هیچ روزن یا پنجره‌ای. آدولف هیتلر جوان که نتوانسته بود به مدرسه راه یابد،
به خیلی ترک تحصیل کرده های بیکار پیوست. پس از چند ماهی پولش ته کشید و از اونجا که نمیخواست به دنبال کار دائمی برود، راهی برای کسب درآمد نداشت. همانطور که بعدها به یاد میآورد، این دلگیرترین دوره زندگیش بود. گاهی با آبرنگ کارت پستال میکشید و با فروختن آنها در خیابان پول اندکی به دست میآورد. چندین پوستر تبلیغی صابون، سیگار و پودر ضد بو نیز کشیده بود. چنین کاری با رویای او که میخواست هنرمند مشهوری شود خیلی فاصله داشت. اما به او امکان میداد که در یک هتل ارزان قیمت اتاقی اجاره کند و یک کاسه سوپ برای شامش بخرد. وقتی نمیتواند کارت پستالهایش را بفروشد، بدون غذا یا سرپناه میماند. بیش از 5 ماه در وین ماند. از یک اتاق ارزان قیمت به اتاق دیگر رفت. در درگاه‌ها یا روی نیمکت‌ها خوابید. گاهی میتوانست در نمانخانه پایین شهر جایی برای خواب پیدا کند. جایی که به گزارش یکی از تاریخ‌دانان دوشی میگرفت، لباس‌هایش ضد عفونی میشد و در تخت خوابی آهنی با فنرهای سیمی که 2 ملافه قهوه‌ای آن را میپوشانید میخوابید و لباس‌هایش را به جای بالش زیر سرش میگذاشت. تنها غذایی که فراهم میشد نان و آش بود. از کسانی که وارد نوانخانه میشدند انتظار میرفت در ساعات روز در پی یافتن کار باشند. شناسایی بلاگردان‌ها. هرچند هیتلر علاقمند نبود دنبال کار دائمی بگردد، در طول روز خود را مشغول نگه می‌داشت. وقت زیادی را در موزه‌ها صرف می‌کرد و هر وقت توان تهیه بلیط ارزان قیمتی را داشت که به او اجازه می‌داد در عقب سالن تئاتر بایستد، به دیدن اپرای رسمی می‌رفت. کتابخانه عمومی نیز یکی از پاتوق‌های او در طول روزهایش در وین بود. از راه مطالعه طی این مدت بود که هیتلر برای نخستین بار با عقاید افراطی مربوط به اتحاد آلمانی‌ها یا پان‌ژرمنیسم که در آن شهر رایج بود برخورد کرد. نظریه پان‌ژرمنیسم از این طرفداری می‌کرد که همه ژرمن‌های اروپا باید در یک امپراتوری بزرگ و واحد متحد شوند. این نظریه بر آن بود که مردم ژرمن یا آلمان از نظر زیبایی بدن، هوش و اصالت برترند. مردم ژرمن که گاهی به عنوان نژاد آریایی از آنها یاد می‌شد، از نظر پان‌ژرمنیست‌ها خالص‌تر از همه مردمان روی زمین بودند. کسانی که به پان‌ژرمنیسم اعتقاد داشتند، فرمانروایان آن زمان اتریش را به خاطر اینکه اجازه می‌دادند غیر ژرمن‌ها نظیر ایتالیایی‌ها، اسلاف‌ها، چک‌ها، روس‌ها و لهستانی‌ها در آن کشور زندگی کنند، مورد انتقاد قرار می‌دادند. و با آنکه پان‌ژرمنیست‌ها به همه این گروه‌های دیگر با بدگمانی و نفرت می‌نگریستند، اما منفورترین گروه از نظر آنها یهودیان بودند. یهودیان به خاطر اینکه دینشان با دین اکثریت مسیحی فرق داشت، طی قرن‌ها در بیشتر نقاط اروپا تحت پیگرد و آزار قرار گرفته بودند. یکی از تاریخ‌دانان می‌نویسد: گفته می‌شد یهودیان مسیح را کشته‌اند، شیطان را می‌پرستند و در مراسم خود از خون کودکان مسیحی به قتل رسیده استفاده می‌کنند. هرچند امروزه چنین اتهام‌های چرند و کذب به حساب می‌آید، در اوایل قرن 20 هنوز بسیاری از مردم به چنین عقایدی باور داشتند. زمانی که هیتلر در وین زندگی می‌کرد، کتاب‌های یهود ستیزانه به وفور در معرض فروش قرار می‌گرفت. در واقع تاریخ‌دانان توافق دارند که وین یهودی ستیزترین شهر در اروپای غربی بود. شاید به این دلیل که بسیاری از یهودیان از بخش‌های شرقی اروپا وارد وین شده بودند. در ظرف 50 سال جمعیت یهودی وین نزدیک 6% افزایش یافته بود و برخی از مردم ژرمن از این رقم احساس خطر می‌کردند. تاریخ‌دان جان کیگان می نویسد یهودیان فقیر انزجار شدید و اجتماعی وینی ها را برمی انگیختند. یهودیان ثروتمند در آنها کینه ایجاد می کردند. یهودیان یک بلاگردان دم دست بودند، مردمی که می شد به خاطر تمام مشکلات دنیا آنها را مقصر شناخت. و برای جوان آسوپاسی چون آدولف هیتلر، یهودیان آماج آسانی برای جبران تلخ‌کامی و سرخوردگیش بودند. هیتلر در زندگی نامش درباره نخستین اثرپذیریش از یک یهودی در وین چنین نوشت: یک روز ناگهان با پدیده‌ای در قبای بلند و با حلقه‌های گیسوی سیاه آویخته شده مواجه شدم. نخستین فکرم این بود: این یک یهودی است؟ دزدکی و با احتیاط آن مرد را ورانداز کردم. اما هرچه بیشتر به این قیافه عجیب خیره شدم و قسمت به قسمت آن را وارسی کردم، این پرسش بیشتر در مغزم شکل گرفت: آیا این یک آلمانی است؟ برای اینکه تردیدهایم برطرف شود به کتاب‌ها مراجعه کردم. برای نخستین بار در زندگی چند جزوه ضد یهودی را به چند پنی خریدم.
او از چنین عقاید یهودی ستیزانهی برای توجیه تمام گرفتاری های زندگیش استفاده کرد و نتیجه گرفت که این یهودیان بودند که باعث شدن او در کسب پذیرش به مدرسه هنر ناکام شود. این یهودیان ثروتمند بودند که پول و بانک‌ها را در اختیار داشتند و کسانی چون او را در کام فقر نگه می‌داشتند. این روشنفکران تندرو یهودی بودند که سبب ناآرامی سیاسی در تمام شهرهای اروپا می‌شدند. و هرچه او بیشتر به این توجیه و تحلیل فکر می‌کرد و هرچه ادبیات پر از نفرت ضد یهودی بیشتری را می‌خواند، همه اینها در نظرش بیشتر باورپذیر می‌آمد. به سوی ارتش. در اوایل سال 1913 هیتلر از وین به شهر مونیخ در آلمان نقل مکان کرد. هرچند مونیخ به اندازه وین بزرگ و پرزرق و برق نبود، هیتلر خود را در آلمان خوشحالتر احساس می‌کرد. به نظرش در وین تعداد غیر آلمانی‌ها بیش از اندازه زیاد بود و آنها داشتن اتریش را به تباهی می‌کشاندند. آلبرت ماریان می‌نویسد او به آلمان به مثابه آخرین پایگاه آریایی‌ها پناهگاهی برای کسانی نظیر خودش می‌نگریست. هرچند زندگی در مونیخ برای هیتلر آسان‌تر نبود، حادثه‌ای رخ داد که زندگی او را تا حد زیادی تغییر داد. در اوت 1914 جنگ جهانی اول آغاز شد. در حالی که اکثر مردم از فکر جنگ جهانی اول متوحش و اندوهگین بودند، هیتلر خوشحال بود. آنچه او را خوشنود می‌ساخت ویژه این بود که می‌توانست در ارتش آلمان نام‌نویسی کند. او سال‌ها بعد نوشت: برای من این ساعت‌ها به منزله رهایی از رنج و اندوهی بود که طی روزهای جوانیم بر من سنگینی می‌کرد. از اینکه تصدیق کنم که شور و هیجان مرا از خود بیخود کرد، شرمنده نیستم. به زانو افتادم و از صمیم قلب خداوند را شکرگزاری کردم که این لطف را شامل حالم کرده بود که در این زمان زندگی کنم. هرچند هیتلر در زندگی غیر نظامیش تا حدی با ناکامی روبرو شده بود، سرباز خوبی بود. او درجه سرجوخگی گرفت و در 47 نبرد در جبهه غرب به عنوان دونده پیام رسان خدمت کرد که وظیفه‌اش رساندن پیام‌ها به عقب و جلو بین خطوط جلو و افسران خط عقب جبهه بود. چنانکه یک تاریخ‌دان می‌نویسد قطعه زمین بین سنگر و پایگاه توپخانه زیر آتش سنگین مسلسل‌های انگلیسی بود و دونده پیام رسان که از این قطعه زمین عبور می‌کرد می‌بایست به راستی مرد بسیار شجاعی باشد. هیتلر بی نهایت شجاع بود و اغلب برای ماموریت‌های بسیار خطرناکی که دیگر دوندگان پیام‌رسان می‌کوشیدند از آنها اجتناب کنند، داوطلب می‌شد. شجاعتش طی یکی از این ماموریت‌ها صلیب آهنین را نصیبش کرد که یک مدال شجاعت بسیار با ارزش بود که به ندرت به سرجوخه‌ها داده می‌شد. اما هرچند کارهای جسورانه هیتلر برایش احترام برمقام می‌آورد، باز هم کسانی که به همراه او خدمت می‌کردند او را آدم عجیب و غریبی تلقی می‌کردند. مثلا برخی از سربازان همواحد او برایشان عجیب بود که هیتلر از جنگ اینقدر لذت می‌برد. یکی از این سربازان او را چنین به یاد می‌آورد: این کلاغ سفید وقتی ما به جنگ لعنت می‌فرستادیم با ما همراهی نمی‌کرد. دیگران هیتلر را آدم گوشه‌گیری به یاد می‌آوردند که طی هفته‌های طولانی در آن سنگرهای کثیف راه‌های وحشتناکی برای سرگرم کردن خودش پیدا می‌کرد. یکی به یاد می‌آورد: مدت‌ها پس از آن که بقیه ما به خواب رفتیم، هیتلر هنوز با یک چراغ قوه توی تاریکی ول می‌گشت و سرنیزه‌اش را برق می‌انداخت. تا اینکه آخر سر یک نفر یک پوتین به طرفش پرتاب کرد و ما کمی آرام گرفتیم. سرجوخه هیتلر علی‌رغم ماموریت‌های خطرناکی که انجام می‌داد، به طرز شگفت‌انگیزی خوش‌اقبال بود. هیچ وقت آنقدر جراحت جدی بر نداشت که نتواند به واحدش در جبهه بازگردد. واقعیتی که او را بسیار خوشنود می‌ساخت. اما در 13 اکتبر 1918 یک ماه پس از تسلیم آلمان به متفقین، این خوششانسی شگفت‌انگیز او به آخر رسید. زمانی که هیتلر و همکاران پیام‌رسانش در صف منتظر دریافت جیره غذایی خود بودند،
سربازان بریتانیایی شروع به پرتاب گلوله‌های انفجاری توپ در آن نزدیکی کردند. برخی از این گلوله‌ها حاوی گاز کلور سمی و کشنده بود. هیتلر و دیگران به سرعت ماسک‌های ضد گازشان را گذاشتند، اما پیش از آن در معرض گاز قرار گرفته بودند. تا صبح روز بعد عده‌ای از افراد مرده و عده دیگر نظیر هیتلر دچار مشکلات تنفسی و بینایی شده بودند. هیتلر بعدها نوشت: چشمانم مثل زغال برافروخته شده بود. دوروبرم را تاریک می‌دیدم. او و دیگر قربانیان گاز را به بیمارستانی در آن نزدیکی انتقال دادند. وضعیت دلخراشی داشتند. تمام مسافت را با حالت تهوع و نابینایی پیاده طی کرده بودند. چنانکه یکی از این افراد بعدها نوشت: برای اینکه گم نشویم هر کدام پشت کت نفر جلویی را گرفته بودیم و با این وضعیت در یک ستون بلینسن رفتیم و در آنجا کمک‌های اولیه دریافت کردیم. خبرهای خرد کننده. پیشبینی وضعیت پزشکی قربانیان گاز کلور هیچگاه قطعی نبود. بنابراین هیتلر باید صبر می‌کرد تا ببیند آیا بیناییش باز خواهد گشت یا نه. طی چند هفته بعدی بیناییش بازگشت و خیالش آسوده شد. آنگاه به فکر بازگشت به واحد خودش افتاد. اما این فکر به هم ریخت، چون در 10 نوامبر کشیش بیمارستان به دیدن افراد رفت. پیرمرد خبری برای آنها داشت که مضمون آن آنطور که هیتلر به یاد می‌آورد برای او به کلی تکان دهنده بود. پیام حاوی خبرهای بسیار بدی بود. کشیش گفت که امپراتوری آلمان دیگر وجود ندارد. شورشیان و کمونیست‌ها بر پایتخت مسلط شدند و قیصر ویلهلم برای نجات جانش به هلند گریخته است. در آلمان حکومت جمهوری ایجاد شده و رهبران جدید به متفقین تسلیم شده بودند. جنگ تمام شده بود. هیتلر خرد شده بود. بعدها در زندگی نامش نوشت: دیگر نتوانستم آنجا بنشینم. یک بار دیگر همه چیز در برابر چشمانم سیاه شد. تلو تلو خوران و کورمال کورمال به جایی که میخوابیدم برگشتم و سر تولد خود را در بالش و پتو پنهان کردم. برای هیتلر زمان ناامیدی مطلق فرا رسیده بود. میاندیشید که چگونه او و سربازان همقطارش جانشان را به خطر انداخته و میلیون‌ها نفر از آنها مرده بودند، تنها برای اینکه آلمان با خیانت افراد خودش روبرو شود. این فکر او را از خشم آکنده می‌ساخت و نیز به او احساس عزم و اراده‌ای می‌داد که پیشتر فاقد آن بود. نوشت: در این روزها نفرت در من رشد کرد. نفرت نسبت به کسانی که مسئول این عمل بودند. طی روزهایی که دوره نقاهت را در بیمارستان می‌گذراند، عهد کرد مقابله به مثل کند. به هر نحو شده باید انتقام بی‌عدالتی‌هایی را که بر آلمان رفته بود می‌گرفت. مأمور مخفی. برای آدولف هیتلر 29 ساله و تازه از ارتش مرخص شده، زمان صلح دهشتناک به نظر می‌رسید. ارتش خانه او بود و تنها جایی که موفقیت کسب کرده بود. تقاضا کرد سرباز بماند و پست نگهبان زندان در اردوگاهی در 96 کیلومتری مونیخ به او داده شود. وظیفه‌اش این بود که از اسرای روسی و بریتانیایی تا زمان آزادیشان مراقبت کند. گرچه این پست ملال آور بود، اما دست کم به طور موقت شغل، غذا و سرپناه داشت. دوره این شغل که به سر رسید، هیتلر به مونیخ برگشت و از آنچه دید تکان خورد. انقلابیون با بازوبندها و نشانهای سرخ در همه جا حضور داشتند. آنها کنترل بانکها، هتلها و دیگر اماکن عمومی را به دست گرفته بودند. هیتلر از آنها نفرت داشت و بعدها در زندگی نامش آنها را تبهکاران حقیر و نکبتی خطاب می‌کرد. و عقیده او آنها مسئول گرفتاری آلمان بودند. از نظر هیتلر آنها بودند که باید تقاضا پس می‌دادند. در پاییز 1919 فرصت برایش پیش آمد. موافقهایش که می‌دانستند دیدگاه‌های دستراستی و ضد کمونیستی او با ارتش هماهنگ است، مأموریت چالش‌انگیزتری را به او واگذار کردند. از او یک مأمور مخفی ساختند که افراد یا گروه‌هایی را که احتمال می‌رفت برای ارتش یا جمهوری نوپای وایمار خطری به شمار می‌روند از نزدیک زیر نظر بگیرد. هیتلر از این مأموریت خوشش می‌آمد. گاهی جاسوسی سربازان همقطار خودش را می‌کرد. گزارش‌های روزانه می‌نوشت و هر وقت احساس می‌کرد کسی به هر نحوی مخالف حکومت است، به موافق‌هایش اطلاع می‌داد. پاداش اضافی این شغل آموزش ویژه در دانشگاه مونیخ بود. او که از مدت‌ها پیش به خاطر ناکامی در ورود به کالج تلخ‌کام بود، سرانجام در کلاس‌های فلسفه سیاسی حضور می‌یافت. با این هدف
که به آلمان محبوبش کمک کند. وقتی آموزش هیتلر کامل شد، از او خواسته شد باز هم برخی از گروه‌های سیاسی را زیر نظر بگیرد تا ببیند آیا بالقوه مضر هستند یا نه. نخستین گروهی که او زیر نظر گرفت، گروه کوچکی بود که خود را حزب کارگران آلمان می‌خواند. این گروه نمی‌توانست تهدیدی برای ارتش دست راستی آلمان به حساب آید، چون تنها 54 عضو داشت و هیچ تشکیلاتی هم نداشت. در جلسه‌ای که هیتلر حضور داشت، خزانه‌دار گزارش داد که تنها 7 مارک در صندوق حزب موجود است. اعضای گروه عقیده داشتند که کمونیست‌ها و یهودیان مسئول بیشتر گرفتاری‌های آلمان هستند، عقیده‌ای که بسیاری در ارتش با آن همراه بودند. هیتلر در گزارش خود با دیدی تحقیرآمیز نوشت که بجز چند رهنمود چیز دیگری وجود ندارد، نه برنامه‌ای، نه اعلامیه‌ای، نه مطلب چاپ شده‌ای، نه کارت عضویتی و نه حتی مهر لاستیکی ناقابلی. با این حال رفقای هیتلر به فلسفه این حزب علاقه‌مند بودند. آنها به او توصیه کردند که به حزب کارگران آلمان بپیوندد و ببیند آیا میتوان آن را بعدها به چیز مفیدی تبدیل کرد. و بدین ترتیب آدولف هیتلر 3 روز پس از حضور در نخستین جلسه یک نامه رسمی دریافت کرد که به او اطلاع میداد عضو شماره 55 حزب کارگران آلمان است. آیا در آن زمان کسی میتوانست بداند که این گروه کوچک در ظرف چند سال با نامی جدید به قدرتمندترین نیروی سیاسی در اروپا تبدیل خواهد شد؟ یاران فرهیخته و گرامی، برای گسترش فرهنگ کتابخوانی و افزایش دانش همگانی، لطفاً با فشردن دکمه سابسکرایب، لایک و ثانکس ما را در این مسیر ارزشمند یاری فرمایید.